اوائل این آخر تابستون ها تو محلمون و بین همکلاسی ها من پنجم ریاضی رو تموم کرده بودم یعنی یازده همون بین بربسته ها پیچید توی آقا دارن گر را گر معافی میدن و بریم بگیریم به خصوص بچه تهرون ها رو خیلی معافی میدن بیشتر بچه دهاتی ها رو میگیرن برای بیگاری و برای سویل ها هم باور کردیم بعد هر کی هم یه اشکالی تو بدنش باشه اون که دیگه هستن مثلا یکی از اینا بچه‌ها پاشو زد بالا گفت من واریس دارم اصلا منو ببینند بلا فاصله مهر می‌زدن معافی می‌دادن بهم منم از اینم ریستر بودم و کوتاه خب به من گفتن تو که هستن تو که اصلا نمیذارن بیای اداره وظیفه عمومی معافی تو میگن بگر برو این اصلا تو رو میخواد چیکار کنن دیگه با این بچه سه نفر رفتیم اول آموزش و پرورش اون موقع ترک تحصیل دادیم و گواهیش رو گرفتیم اومدیم رفتیم اداره نظام وظیفه ثبت نام کردیم ده روز بعد ما رو بردن سربازی کجا؟ شاهرود راه مشهد چهل دختر وقتی رسیدیم یه بیابون دو تا سوله توش اینجا اومدن ما رو خدمت دور تا دارم سیم خاردار یه اون راننده اتوبوس نگه داری که پیاده شید یه چهل دختره یکم بر بچه ها تو اتوبوس کنه یه سگ هم پیدا نمیشه چهل دختر اسمش ما دوازده روز اونجا بودیم روزی یه تعدادی رو میبردن سرشون رو میتراشیدن و و لباس بهشون میدادن میشدن سرباز بقیه میموندیم تا فرد و صبح باره تو سرما تو این سوله یه پتو و سلام خب اولم که معاینه پزشکی کرده بودن هر کی یه برگه اونجا داشت که چند نمره گرفته امتیازش چقدره امتیاز من ظاهرا بالا بود چون هی میرفتیم جلو هنوز نمیخوندن هنوز نمیخوندن نمیخوندن تا روز دوازدهم یه تعداد دیگرم خوندن به بقیه گفتم برید صف وایسین بیان معافیتون رو بگیریم من جزو اون بقیه بودم یه معافی دادن زیر بغلمون فرستادمون با اتوبوس و قطار تهران گشتم یه جای از این دبیرستان ها شبانه پیدا کردم و مشغول شدم به خوندن درس کلاس دوازدهم بعد دیپلم یه شبی دوباره پدرم اومد خونه گفتش که شماره تلفن دادن با اینجا تماس بگیره نگاه کردم دیدم نوشته مزینانی آقای کریمی زنگ زدم بهش گفتش که تو کجایی صمدی مزینانی مدیر تهیه هم فیلم قبلیه بود اون موقع به تدارکات اینا و مدیر تولید میگفتن مدیر تهیه تو کجایی گفتم چطور اگر و آقای کریمی فیلم شروع کرد چند روز هم از کلید زده با دستیارش دعوا شده گفت رو بیاریم رفتیم اونجا و یه قرارداد با من بستن 2000 تومن اصلا عروسیم بود دیگه یعنی 2000 تومن قرارداد مشغول شدیم اونجا فیلم بعدا نعمت حیاتی بود خب فیلم سرسنگین تری بود درسته کمدی بود ولی به هر حال خانه خراب اونجا یه روز یک بازیگر که نه یک مثلا هنرور میخواستن که حالا دیالوگ هم داشت و اینا کسی نبود من داوطلب شدم بازی هم کردم نقشی نبود ولی به هر حال بازی هم تجربه کردم
من تو اون فیلم با یک کسی آشنا شدم به نام با یک شاعری به نام شهریار قنبری پسر حمید قنبری که برای خیلی از خواننده های به ناممون شعر گفته ترانه سرا و تو این فیلم یه نقشی داشت رفیق شدیم با هم و گفت این فیلم تموم شد کجا میخوای برید گفتم فعلا معلوم نیست گفت من قراره یه فیلم شروع کنم یه دستیار من شو و این فیلم که تموم شد رفتیم دفتر علی عباسی یه قرارداد بستیم 4000 تومن برای فیلم شام آخر فیلم شام آخر رو دستیار ایشون شدم اون فیلم هم تجربه خیلی خوبی بود برم و اینکه شهریار اون بچه خیلی خوبی بود آدم بسیار حساس و رومانتیک و اینا بود و خب بارم سنگین تر بشه نمیذاشتم آب به دلش تکون بخوره تا جایی که میتونستم و یکی از حساب یافته های من توی اون فیلم کار کردن با پرویز فنی‌زاده بود آقای محمد علی کشاورز هم بودن پرویز فنی‌زاده اصلا به نظرم نظیر نداره یعنی من تو اون فیلم تازه به آموخته هایی از بازیگری دست یافتم اگه فرصت های استفاده میکردم حالا با پرویز فنی‌زاده حرف میزدم حرف قشنگ خوب میزد از بازیگری که به هر حال اولیش این بود که اصلا معلوم نبود که تو داری بازی میکنی باید زندگی بکنی بازی معنی نداره خیلی برام خوب بود یعنی چه میدونم دوتا چش داشتم دوتا هم قرض میکردم بازی فنی‌زاده رو میبلعیدم چی جوری دیالوگ میگه و قراره یه کاری بکنه چی جوری شروع میکنه این پلانو خب شهریار هم ادعایی نداشت که کارگردان خیلی مسلط و چه هست و اینا خیلی راحت احساساتش رو بروز میداد که اصلا روش میشد که فرض کنیم از فنی‌زاده تعریف کنه بعد از هر پلان برش دست بزنه اشکال نداره حتی معلوم بود که اون راهنمایی که شهریار کرده این بازیگر رو به اندازه اجرایی که پرویز کرده کامل نبود راهنمایی ایشون خب میگفت چیکار بکنی دیالوگت اینجوری الان از فلان جا اومدی و بچه با اینجوری و اینا در واقع اون حس و حال و قوام رو پرویز میداد به این شخصیت و به این پلان دوربین خیلی خوب میشناخت و این بسیار مهم بود یعنی تو میزانسنا یک سانت این ور اونور نمیشد امکان نداشت این فقط با فیلم بردار که اون موقع جمشید الوندی بود که روحش شاد اخیراً فوت کرد جمشید فقط برایش توضیح میداد که از اینجا تا اینجاست و اینجوری و عمق ما بینه و این بازیش رو تقسیم میکرد توی این مثلا 3 متر مربع جا در واقع تو این مساحت در میورد اون بازی رو و به خوبی من اونجا نوع بازی زیر پوستی رو اونجا بیشتر فهمیدم از فنی‌زاده فهمیدم یعنی چی؟ تو با نگاهت بدون اینکه سرت حرکت بکنه و شاید یه حرکتی در ماهیچه‌های صورتت مثلا بتونی یه چیزی رو بگی و مفهوم باشه هم به پارتنرت توی این فیلم و هم به تماشاچی که تو سینما می‌بینه از این بابت خیلی برد داشتم توی این فیلم هم همین روزا کارو یه سره میکنم امروز میخوام ببرمش امامزاده یه وقتی نذر کرده بودم که اگه کارا درست بشه واسه کفترا گندم ببرم حالا وقتشه به اسم تو میبرم یه روز میارمش اینجا بعد شام آخر یه روزی آقای کریمی به من زنگ زدند
گفتن که یه آقایی از آشنایان ما چند وقت از امریکا برگشته، اونجا درس خونده، کارگردانی خونده، رفته تلویزیون، یه سناریوی شش قسمتی هم گرفته که اینو بسازه. من شماره تو دادم به این، اسمش هست آقای مرتضی علوی. در واقع به تکنیک کارگردانی امریکایی خیلی مسلطه. من تو رو معرفی کردم، زنگ میزنه بهت، شماره تو دادم، برو با این آدم کار کن، خوبه. و شون زنگ زد و باشون قرار گذاشتم، رفتیم و یه بخشش اینجا توی پلاتو انجام میشد، قدیمی خیلی باستانی بود. بخشش هم توی حساب تپه های کوبی به شهربانو اونجاها از اونجا پیدا کردیم، اونجا کار میکردیم. و اون کار در واقع یه نوع دکوپاژی که خیلی دور از دکوپاژ آقای کریمی نبود، اما به هر حال رنگ و بوی امریکایی داشت، استوری بورد میکشید و با اون آشنا شدم. ایشون در جمع خاطره خیلی خوبی از من، اما چون یه دستیار بیشتر نداشت، برای اولین بار تو این فیلم موشی صحنه اومد. تا اون موقع من فیلمایی که کار کردم موشی صحنه نداشت، من بودم، یعنی هم موشی صحنه بودیم، هم دستیار بودیم، هم کارگر صحنه، هم مدیر صحنه، هم همه چی این کارا رو هم یه تنه میکردن، بیشتر دستیارا میکردن. یکی از ویژگی های تخت ابونصر این بود که اولین سریال رنگی رادیو تلویزیون ملی ایران بود که پخش میشد. تا اون موقع همه سریال ها سیاه‌سفید پخش میشد. من بعد خونه گفتم که این سریالی که من کار کردم این رنگیه. پدرم گفتم ببین فروشگاه ایوان تلویزیون رنگی داره خریم. واقعا پولش رو تا من یه صحبتی بکنم، من یه خورده دارم، دست موزام دارم جمع کردم. و اگه بسنم گفت قسطی میدیم و اینا قسطاشو میدیم بیه. باشدیم رفتیم، ایشونم خیلی با روی باز پذیرفت و یه رقمش رو گرفت و ما وقتی رو قسط‌بندی کرد و قسطاش رو میرسوندیم، من میرسوندم با میرسوندیم و صاحب تلویزیون رنگی شدیم. خب این یک باری به روش ماها، من و موشی صحنه تو فیلم چیز تخت ابونصر از سریال تخت ابونصر اضافه میکرد که قبل از شروع فیلم برداری مرتضی علوی کارگردان به ما گفت او یه اولین سریالیه که رنگی پخش میشه، حواستون جمع باشه، یه رنگ ها مشخصه، باید خیلی دقت کنید، حتی طرح‌های لباس ها بود و هر چیزی که شما تو صحنه میبینید، یه جعبه، یه گلدون، یه هرچین این حرف ها، حواستون باشه همون رنگی. که خب ما حواستون بیشتر جمع شده سر اینکه سریال رنگیه. بعد از اون آقای کریمی یک سریال 14 قسمتی شروع کردن، خسرو میرزای دوم، حساب از این قصه های روز بود، خانواده اشرافی، با اینکه امروز دارن زندگی میکنن اما تو دوره قاجار فیکس شده بودن. خب فراتون پول داشتن، دوست داشتن اشرافی زندگی کنن و ادای اونا رو در بیارن. اونم در مجموع کار خوبی بود و من اونجا از تهیه کننده خواستم که یه موشی صحنه بیاره. یعنی همه این رو از مرتضی علوی که امریکا تحصیل کرده بود یاد گرفته بودم که با طراح صحنه دارن، مدیر صحنه دارن. که از تهیه کننده خواستم که خب میانن بودجه خوبی داره که تلویزیونه دیگه، پولش که داره. تهیه کننده خیلی براه نبود اینجا، اون کار خودشو میکرد.
چشم رو گفت ولی انجام نداد، عمل نکرد. و باز شدیم بالاخره خود آقای کریمی طراحی میکرد که چیا میخوایم. به حال ایشون هم دستی از نزدیک به سینما ایتالیا داشت، ایشون دستورش رو میداد و ما میرفتیم اجرا میکردیم. و اما رسما یه منشی صحنه هم به حال من آوردم که خود بار دستور کارگردان کمتر بشه. شاید از هنرپیشه‌های قدیمی استفاده میکنیم، بیشتر شخصیت ها مسن بودن، اونم به حال تجربیات خودش به دنبال داشته. ما سیزو خود آقای کریمی بود سمه ای تو یه دستیار حرفه‌ای شدی، کاملا حرفه‌ای. شخصیت هم برای درست میگه، یعنی دیگه چیزی از دست من در نمیره. انگام فیلم برداری من دارم به مونتاژم فکر میکنم اتومات. مثلا موقع چون صدا سر صحنه نبود و خصوصا این فیلم که بازیگرامون بیشتر بازیگرای مسن بودن، ما دیالوگا رو برایشون سوفله میکردیم. خب من کار سوفله رو از صفر شروع کردم. آقای کریمی فقط یه باری چند دقیقه به من توضیح داد که چجوری با چه فواصلی باید جمله رو بگی، اون بازیگر برسه بگه، چیزی رو دست نده و از حسش هم نیفته. که در واقع اونجا فهمیدم که سوفله خودش یه هنره. اصلا این از این برای آماده پخش شده بود و میرفت برای پخش. مرتضی علوی چون تلویزیون از کار ایشون خیلی خوشش اومده، یه سریال دیگه ای بهش دادن به نام شراب خام، رمان اسماعیل فصیح، که به من زنگ زد گفت یه همچین سریالی من گرفتم، تو این رمان خوندی؟ گفتم نه هنوز. خب از این زود بخونش. من این رمان یه شب تا صبح تمومش کردم. من برای بار دوم با زنده‌یاد پرویز فنی‌زاده همکار می شدم. دومین سریال، دومین کاری بود که با آقای فنی‌زاده همکار می شدیم. حساب خورد به انقلاب اسلامی و توقیف. آخرای سریال شراب خام بودیم که از بچه ها اومدن سر صحنه ما دستیار یکی از فیلم بردارای سریال نادر ابراهیمی بود. اومد سر صحنه ما بود، چقدر کارت مرسان کن؟ چهار روز، پنج روز. گفتش که نادر خواستتت. گفتم نادر کیه؟ گفت نادر ابراهیمی. این بی اختیار گفتن که خدا رو شکر. یکی از بزرگترین نویسنده های کشورم و نادر ابراهیمی. سر از پا نمیشناختم. گفتم که حسن سلام منو به آقای ابراهیم برسون، بگین که با اشتیاق با سر میام و تا اینجا خوب یه تعهد من دارم تمومش کنم، جمع بشه و تحویل بدم. و حالا چند روز بعد ما در خدمت سریال آقای ابراهیمی بودیم با نام سفرهای دور و دراز حامی و کامی در وطن. سوژه سوژه خوبی بود انصافا، یعنی حالا ادامه پیدا نکرد و این روزا هم نشد. بعد از انقلاب اسلامی هم بشه از سر نمایش داده بشه. تو راست گفتی که میریم علم‌کو؟ مگه من تو حالا دروغ گفتم؟ نه، اما فکر کردم شاید شوخی میکنی. نه، مگه چه عیب داره بریم علم‌کو؟ هیچی. نادر مرام نامه داشت. وقتی قبول کار کنن پیش از قرارداد میگفت این مرام نامه رو بخون. 11 صفحه مرام نامه بود. این امضا کن بعد قرار بود. ما این مرام نامه چند صفحه رو امضا کردیم و یه قراردادی با ما بستن و مشغول کار شدیم. اون تجربه خیلی خوبی بود برای من. اینکه نادر دو تا
فیلم بردار داشت، یه کارگردان داشت، خودش هم میومد گاه خودش هم میومد و بیشتر همون یه کارگردان بود، محمد عقیلیر. خب من در واقع به دستیاری ایشون در اومدم و نادر ابراهیمی، چون نادرم یه وقتا میومد. نادر کارش بیشتر این بود که میشه از خونه مینوشت و میفرستاد و گروه اجرا میکرد توی شهرستان‌های مختلف. با آمدن من و یه مدت که گذشت، خود به خود من شدم یه جوری سکند یونیت. محمد عقیلی کار میکرد، یه فیلم بردارم من برمیداشتم و دو یونیت اینجوری کار میکردیم. به اسم دستیار من رفته بودم، ولی یه جاهایی مثلا ترکمن صحرا اونجا و همدان و گنبد چیز قوچان و گرگان و من با رضا پاکزاد اون فیلم برداری دیگه‌اش رفتیم صحنه‌های دیگری گرفتیم برای تسریع در کار. خب راشار هم وقتی دیدن که خوبه پذیرفتن، خوب بود دیگه. نادرم میومد یه وقتی صحنه‌های رو، نه اینکه به ما اعتماد نکنه، اما میگو دوست دارم بیام. مثلا این صحنه برفی تو آبلی رو میخوام خودم باشم. میومد دیگه. و حال نادر خیلی آدم شریفی بود. رو بچه هاش هم تعصب داشت. فقط این نبود که نختون دست من کنترل میکنم. فلان ها تعصب داشت رو بچه ها. و تعدادی از آدم هایی که دور بش بودن جمع کرده بود اصلا. مثلا میتونست مرتضی رستگار فیلم بعده چجور آدمی کلن؟ عاشقانه دوستش داشت. یکی از پاکترین آدم هاست. خب به این دلیل اصلا کسی رو به خاطر تخصصش اینکه دوست داشته باشه، او یکی از پاکترین آدم های روی زمینه و این عرصه. اینجوری اصلا میدید سلامت رو بیشتر میدید. ما این فیلم بردارید شهریور اومدیم رسیدیم از گنبد، از ترکمن صحرا با اولین برخر رسیدیم به گرگان که داشتیم میمدیم که بیایم طرف تهران کار داشتیم. من خبر رسید که درست روز 17 شهریور که میدون جاله، میدون شهدا، مردم رو به رگبار بستن، نادر کارو به کل تعطیل کرد و دوستان همینجا تعطیل، بازگشت به تهران. چی دیگه؟ سریال تعطیل شد. سریال بسیار حساب شده بود، یعنی در واقع دو تا پسر بچه انتخاب میشن، حالا یکی از پایین شهر یکی بالا شهر، و به اینا در اختیارشون امکاناتی قرار داده میشه که به جای اینکه بشینن پشت نیمکت تو مدرسه، برن تجربه کنن، سفر کنن. دو تا گروه مرتب مراقب اینا بودن. یک گروه پژوهش بود، مرتب توی یک سالونی در حال مطالعه و جلسه که الان کجا برن بهتره، چیکار بکنن بهتره، الان وقتشی که مثلا با گیاهان منطقه شمال ایران آشنا بشن، الان خوبه که با دریاچه هامون آشنا بشن، رود هامون آشنا بشن، این بچه فلان و اینا. برنامه ریزی میکردن این گروه پژوهش که از چند تا دکتر و اینا در واقع حالا تخصص های دیگه علوم اجتماعی و جغرافیا بود، تاریخ و چه و اینا بودن. یه گروه پیگرد که در واقع به طور نامحسوس سایه به سایه این بچه ها هر چی که میرفته اینا بودن، مراقب بودن، همه چی داشتن این بچه ها، خیلی چیز رو تجربه کردن. بسید دیگه خب کار تعطیل شد، ما هم همین بیکار شدیم. خب اون روزها
تلویزیون هم کلی پول نادر رو نداد، در نتیجه ما هم نگرفتیم. از اون سه ماه من طلب داشتم، چون به روزهای انقلاب بود و اینا به هم ریخته بود، اصلا حساب کتاباشون هم به هم ریخته بود و پول نمیدادن. اینم از سفرهای دور و دراز و حامی کامی در وطن و نادر ابراهیم که یادش بخیر.